تا دیشب که نگاه میکردم هر شبت که جهان اسلام هنوز چیزی به چنگ نیاورده، البته اهمیتی هم ندارد مگر حضرت امام جعفر صادق دنبل میزد یا مثلا شنا میکرد. اینها مسخره بازی هاست، اینها هر شبت که ورزش آن است که انسان سیغه بکند، اینها درها رو ببندد سیغه بکند همون گونه که حضرت میکرد. متاسفانه اونقدر در ذهنیت ما خرافه و اوهام و مزخرفات و مهملات و اینها ریختن که اساسا ما خود رو فراموش کردیم. شما نگاه کنید به این عباراتی که ما تای روز به کار میبریم، هرگز سخنی از انسان از آدم ها نیست در این مملکت. آقا محمد خان قاجار این کار رو کرد، اون کار رو کرد، رضا شاه اومد این مملکت رو فلان کرده، مثل که رضا شاه تنهایی کلنگ دست گرفته مثلا کنن تونل هم میکنده، یا در زمان نمیدانم که ناصرالدین شاه این کارها شد. هیچ هرگز شما سخنی از این مردم نمیبینی که آقا این مردم این کار کردن، هرگز، چون همواره هیچ کاری بودن این مردم بیچاره، مد نظر نبودن. گذشته از این جهانبینی ما مبتنی بر تکریم و تعظیم شخص هست و بت‌سازی است. آقا اگر این رضا شاه نبود هنوز مردم سوار گاری بودن. آقا این مزخرف چه چیزی است میگویی؟ آقا چه کسی در میون سوار گاری است که حالا مردم ایران سوار گاری بودن؟ اگر اون نبود الان همه کچل و گر بودن. همش نوکری است، ذهنیت بردگی. عرض کردم ذهنیت ما ذهنیت بردگی است، ذهنیت سالمه یه انسان متفکر نیست و پیشرو. برده هستیم. آقا ببینیم کجا اربابی داشتیم، حالا هر شبت که کی نان به ما داده است و کی برای ما امنیت درست کرده است و یا فرض فرمود پل ساخته است و اینا، مثل پل هم چیز مهمی است، مثل که حالا تونل هم چیز اهمیت داری است، مثلا عرض میکنم، مقصودم این داستان ها نیست. اما هرگز سخن از مردم نیست. آقا سخن از مردم نیست. آقا مردم چه کرده؟ اینا چه کاره بودن؟ اینها خیلی هم که تره بودن، پیاز بودن. و این تربیت غلط و این بت‌پرستی که بعد حالا عرض کنم دست ما کوتاه شد از فرهنگ ایران باستان، بت ساختیم از پسر ابو طالب و نمیدونم فلان سارق سر گردنه و اون یکی جیپور و نمیدونم اون یکی مفخور و اینها، همه اینا بت شدن، یکی دوتا هم نیستن. ما رفتیم ته صف، یعنی به عنوان مردم، یک مردم سربلند یک امپراتوری، رفتیم ته صف خرافات. امروز هم عقب هستیم از همه. شنیدم یک آخوند نکبتی عرض کنم که از سال سافلین رفته است، اینها بعد از 30 سال چند سال جنایت، امروز حالا منتظر باشیم که این گرگ های پیر دارن میمیرن، هر روز پرچم نیمه اشراف افراشته، هر روز از جیب ملت ایران قرمه سبزی بزن و قیمه برای که این آخوند به درک رفته، اون یکی آخوند جنایتکار به درک رفته. بیا پروندهشو باز کنم ببینن این مردک مرده چه جنایاتی در حق مردم بیچاره کرده. کسی که با خمینی کار بکند که نمیتواند جنایتکار نباشد، میشد مثل اون آقای محلاتی بیچاره خدا بیامرز، گفت من با این جنایتکار کار نمیکنم، آخرش هم مثل که او رو کشتن، نمیدونم چی شد. جنایتکاران پیر خیلی فرق میکند. جنایتکار پیر منحوسترین نوع جنایتکار است. نظامه عروضی میگوید هیچ چیزی من بدتر از شاعر پیر بد ندیدم، به جهت اینکه شاعر جوان ممکن است روزی خوب بشود، اما من خدمت شما میگم که هیچ چیزی بدتر از جنایتکار پیر نیست، چون از سنی که از انسان گذشت این عواطفش لطیفتر میشه، نگاه انسانیش وسیعتر میشه، به انسان به گونه دیگر نگاه میکند. اینا در سن 70 سالگی سر میبرن این آخوندها، اعدام کنید، سنگسار کنید، نمیدونم دست ببرید مطابق شرع مقدس و اینها. و این ایدئولوژی به خصوص دین از انسان حیوان میسازه. به طور کل این مطالب انسانی و مسائل انسانی سقوط میکنه، چون اون دیگه برای انسان کار نمیکنه، برای شرع مقدس. فرموده است که حالا این خانم نمیدونم چه کرده است، برای اون را سنگسار کنید و دار بکشید، انبال اینها را هم بخورید، برای ما، برای شرع مقدس، حق ما بوده است. این ملاعین در این 27 سال طول نمیدونم شاه خمس ندادن، بگیرید انبال اینها را به ما آخوندها بدهید. خمینی از همه علاقش به پول بیشتر بوده. آدم یعنی واقعا چی تصور میکنه؟ میلیاردها دلار پول در اونجا جمع شد، یکی از ترسی که جانش خمینی نگیره، یه ترکی از ترسی که دزدی کرده بود یعنی که نکرده بود، یکی از ترسی که رشوه ای بده به جای برسد. و وقتی هم میخواد بمیره به گزارش آیت الله منتظری
میگوید چهار آیت کرد که پولهای مرا مدیریت کنند، دست نمیکشید از این پول. آخوند حریص گرسنه چشم دستش به پول برسد بعد از 1200 سال گدایی. در ذهن ما اون چی کردن دروغ بود، دست مغلطه، عاقبتش هم عقب افتادگی و بیچارگی. بیکاری اشکالی نداره، برو سر امام چیز هشتم، نمیدونم، برو سر جمکران اونجا نامه بنداز به ته چاه. و این خوبه واقعا، یعنی ما مردمی هستیم که به اسفل و سافلین نکبت و بدبختی و گرسنگی ما رو میکشونن و از اون بدتر اشکالی هم ندارد، راضی هستیم. بالاخره ما میمیریم دیگه، بالاخره میریم به بهشت. یک روز خدا خودش کاری میکنه، آی خدا داد ما رو بگیر از این آخوندها. من منتظر باش. یک لطیفه آمریکایی هست، میگوین یه نفر رو پشت بام گفت که خدایا تو که 100,000 سال برات مثل یه دقیقه است، 100,000,000 دلار هم برات مثل یه پنیه، یه دقیقه و یه پنی به من بده. خدا گفت یه ساعت صبر کن برمیگردم. بچه که بودیم دو نفر از مقدسات که ما خیلی دوست داشتیم و بنده برای شعر گفته بودم و اینها، قنبر یکی قنبر یکی بلال، که میگفتیم بلال، هیچ نپرسیدیم آقا این قنبر که بوده، این بیچاره بدبخت چه کار میکرده، قنبر این مولای یعنی نوکر علی، این داستان چه بوده، هیچ وقت به این فکر نکردیم که این قنبر بدبخت یک روزی در خانواده زندگی میکرده، پدر داشته، مادر داشته، این رو بردن دزدان مدینه اسیر کردن، بردن به نوکری و بردگی کشیدن برای پسر ابوطالب. چاره نداشت قنبر جزی که نوکری بکنه، بدبخت شطور آب بده، نمیدونم بار بکشه بیچاره یا اون بلال بدبخت بیچاره. ببینید چگونه زشت زیبا میشه، زشت باید دید و پندارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند، مثل قند بود این داستان برای همه. آرزو میکردن جای قنبر باشن که پشکلا شطورای این پسر ابوطالب جمع‌آوری کنن. بعد در بردگی